در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که دوشنبه 25 ذیحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد این بود که در شهر کربلا غسل کردن در خانه یا هتل آیا از عمل به استحباب غسل در نهر فرات برای زیارت کفایت می کند؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. فرات یعنی آبی که اسمش آب فراته، لازم نیست توی رودخونه بره غسل کنه. آبهای کربلا و نجف و اشرف و کربلای معلا همش آب فراته. حتی توی حمام‌های کربلا و نجف اشرف و کربلا معلا، حتی تو خونه ها، چون آب این اسمش آب فراته، مثل آب دجله که سامرا و بغداد و کاظم اینا، این آب ها آب دجله است. اون روایتی که همین در فرات، لازم نیست توی رودخونه فرات بره، یعنی با آب فرات بره. حالا اگر رفت دم رودخونه فرات و نرفت تو رودخونه، یه ظرف آبی دل و آب گرفت از فرات بیرون رودخونه غسل کرد. مقصود اینه تو بعضی هاش هم نداره که تو فرات، تو بعضی روایتش داره به آب فرات، که این یعنی این آب ملاکه. حالا نه اینکه الا تو رودخونه بره، تمام آبهای اونجا آب فراته. در نشست علمی دوشنبه 25 ذیحجه همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره ملاک حد ترخص، مخیر بودن نمازگزار بر گفتن تسبیحات اربعه یک یا دو یا سه مرتبه، حرمت نجس کردن تربت مقدس امام حسین علیه السلام، حجیت قول و فعل و تقریر معصومین علیهم السلام، بدعت گذاشتن عثمان بر گفتن اذان سوم در روز جمعه پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سیه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت انواع سوالهای خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سیه صادق حسینی شیرازی دامظله میپرسند و پاسخ علمی دریافت میکنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.